سلام بر پیشوای آزادی خواهان. سلام بر حسینی که خون قلبش را بخشید تا بنده های خدا را از جهل رهایی دهد. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام خدمت بیننده های گرامی شبکه امام حسین علیه السلام. انشاءالله که تا این لحظه از روز شنبه 8 خرداد 1400 رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید. انشاءالله که لحظات و اوقات خوشی رو در کنار خانواده محترمتون پیش رو داشته باشید. خدا رو شکر میکنم که باری دیگر توفیق حاصل شد از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و برادر با وفاشون قمر منیر بنی هاشم حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام در خدمت شما گرامیان باشم و سخنی ندارم در این ابتدای برنامه جز این که بگویم جای شما در شهر مقدس کربلا خالی است. زواری که من از اینجا مشاهده می کنم در بین الحرمین مقابل باب الشهدای حرم مطهر امام حسین علیه السلام، خیلی عظیم زوار خودشون رو به کربلا رسوندن برای زیارت سید الشهدا علیه السلام. انشاءالله که به زودی قسمت و روزی شما بشه و از نزدیک زائر سید الشهدا علیه السلام باشید. کودک لطیفترین گل خلقت است و وجدانهای آگاه همواره توجه ویژه‌ای به کودکان می نمایند. یونیسف که ارگان ویژه سازمان ملل متحد در حمایت از کودکان است می گوید در جهان میلیونها کودک در سنین مختلف مورد آزار و اذیت قرار می گیرند که بیشترین آزارها در محیط خانه نسبت به کودکان روا می شود. کودک آزاری از هر نوع و درجه ای که باشد پدیده ای شوم به شمار می رود که عواطف انسانها را جریحه دار می کند. بیننده های محترم، امشب و در 731مین قسمت از پخش زنده هشتگ سوژه از شما می پرسم نشانه ها و عوامل کودک آزاری و راه های پیشگیری و درمان آن چیست؟ با ما همراه باشید. بله بیننده های محترم، صدا و تصویر بنده رو از شهر مقدس کربلا بین الحرمین از جوار حرم مقدس و مطهر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام و حضرت ابوالفضل العباس علیه السلام دریافت میکنید. بنا به درخواست های فراوان بیننده های محترم شبکه امام حسین علیه السلام که مدتی است از راه های مختلف چه پیام دادن چه تماس گرفتن با روابط عمومی برنامه هشتگ سوژه درخواست داشتن به دلیل افزایش چشمگیر مسئله کودک آزاری راجع به این مطلب باز هم برنامه ای داشته باشیم، چون قبلا در برنامه هشتگ سوژه برنامه خاص داشتیم راجع به کودک آزاری و حالا از ابعاد دیگرش صحبت کنیم و درخواست کردن که
جهت آگاه شدن خانواده ها در این رابطه صحبت کنیم و ما هم اجابت کردیم، امشب رو در خدمت شما هستیم. به دلیل اینکه آمارها در کشورهای مختلف و آمارهای بین المللی نشان می‌دهد که بیشترین کودک آزاری ها در خانه و خانواده انجام می‌شود، توسط والدین کودک یا سرپرست‌های کودک انجام میشه. این مسئله بسیار حائز اهمیته که خانواده ها آگاه بشند از نشانه های کودک آزاری، از عوامل و عللی که باعث کودک آزاری میشه و راه های پیشگیری و درمان اون رو مطلع باشند. چه بسا خانومی که کودکش توسط برادر بزرگتر یا خواهر بزرگتر مورد آزار و اذیت روحی یا جسمی قرار میگیرد ولی مادر مطلع نیست، با خیال راحت فکر میکنه که کودک 3 ساله او در کانون گرم خانواده در حال رشد و تربیت هست، غافل از این که این کودک 3 ساله توسط برادر، خواهر یا یکی از والدین، مثلا پدرش، مورد آزار روحی قرار میگیره و مادر و دیگر اعضای خانواده غافل هستن از این مطلب. اصلا به مخیلشون هم خطور نمیکنه که در خانواده ما کودک آزاری در حال انجام هست و سالها بعد زمانی که این کودک تبدیل به نوجوان و جوانی میشه و پا در اجتماع میگذاره، با مسائل و بحرانهای بسیار جدی روبرو میشه که شاید خود کودک و خانواده او هم ندانند که این بحرانها ریشه در دوران کودکی دارد. این مسئله بسیار بسیار مهم است. لذا خواهش میکنم خانواده های محترم، والدین، پدران و مادران گرامی بسیار بسیار تأمل کنند در این مطلب. در وهله اول کسی نباشد که بگوید ما که الحمدلله این چیزها رو در خانه و خانواده خودمون نداریم، ما الحمدلله همه مسائل به کودک رو آگاه هست. اینطور نیست. عرض کردم گاهی کودک شما، فرزند شما مورد آزار روحی قرار میگیرد و شما غافل هستید، جنس اون آزار رو نمیشناسید. لذا آگاه شدن از این مطالب مسئله بسیار بسیار مهمی هست. یکی از مطالب قابل تأملی که کارشناسان همیشه تأکید میکنند راجع به مسئله کودک آزاری این هست که بیتوجهی یا سهلنگاری والدین یا سرپرستان اون کودک باعث این کودک آزاری میشه. این مسئله بسیار مهمه، بیتوجهی و سهلنگاری. و با توجه به اینکه آمار و ارقام نشان میدهد بیشترین تعداد کودک آزاری ها در خانه انجام میشه توسط والدین یا یکی از اعضای خانواده یا سرپرست اون کودک، این مسئله بسیار مهم هست که شما به عنوان عضوی از این خانواده بی توجه و سهلنگار نباشید نسبت به این مسئله. اطلاعات خودتون رو بروز کنید راجع به مسائل مربوط به کودک آزاری. کودک آزاری تماس، بله، آقای یحیی از گنبد کاووس، سلام میکنم به شما. با عرض سلام و خسته نباشید و سلام به کل همکاراتون. عوامل کودک آزاری، نشانهای عوامل کودک آزاری، راه پیشگیری آن چیست؟ یک کودک آزار، یک کودک میتونه یه دلایل بسیار زیادی، یا مثلا کج‌خلقی کنه، کناری گیری کنه، ولی پدر مادرشون خیلی خوب میشناسن طرفه، آشنایی با دلایل و کودک آزاری میره تا حد زیادی. صدا میاد؟ بله بله بفرمایید. صدا میاد؟ تا حد زیادی میتونن به والدان در پیشگیری از این اتفاق کمک کنن. چطوری کودکی که مورد کودک آزاری قرار گرفته باشه کمک کنیم؟ این تو کودک ها، این تو بچه هایی که میخوان چیز کنن، شناساییشون یه خورده مشکله، تا حد حدود مشکله و نیاز به ارزیابی دقیق و وضعیت کودک از جمله بررسی علائم جسمی و رفتاری او داره.
عوارض و پیامدهای جسمی کودک آزار که منجر شاد به نقص عضو اگه نشه، پیامدهای دیگه داره، مثلا جسمی کودک آزار بعد کوتاه مدت، مثلا یه تا حد حدودی یادش میره، بعد یادش میمونه، عواقب روانی داره، عواقب روانی داره که اونم احتمال یا بلند مدت یا مادام العمر 100% میباشه که دیدی جا دیدیم با چشم خودم. الان به قول گفتنی موارد کودک آزاری شامل جسمی است، جنسی است، غفلت و عاطفی. وقتی بچه بالاخره محبت نکنی بچه به قول گفتن از تو دور میشه، غفلت هم کنی بچه میره برای ناجور، نهایت یا بچه از همسایه یا برادر کوچکتر یا برادر بزرگتر، کوچکتر نه بزرگتر. درمانش هم اینه که در اولیه در اولویت اول تضمین امنیت، بچه رو که تضمین کنی، دنبال کارش باشی، محافظت از کودک باشه، بعدی هم سوء استفاده در آینده نشه، یه خورده کاهش عوارض روانی جسمی کودک می باشه. کل حرف همین بود. ممنون و متشکرم. یحیی هستم از گنبد. من هم متشکرم از شما آقای یحیی که نظرتون رو بیان کردید. کودک آزاری تعاریف متعددی داره و شاید حالا با توجه به فرهنگ‌های مختلف در ملل‌های مختلف این تعاریف متعدد باشه، اما بهترین و کاملترین و جامع‌ترین تعریف برای کودک آزاری این هست که هر کاری از هر طریقی و با هر روشی که باعث آزار روحی یا جسمی کودک شود، این میشه کودک آزاری. عرض کردم ابتدای برنامه، ممکنه کودک توسط مادر یا پدر یا یکی از اعضای خانواده یا سرپرست‌های قانونی او مورد آزار روحی قرار بگیره و دیگر اعضای خانواده اصلا متوجه این کودک آزاری نباشند. این مسئله خیلی مهمه. به عنوان مثال، خیلی مثال ساده ای عرض کنم، برای خانواده هایی که میگویند و این پیشفرض ذهنی رو دارند که مگه میشه کودک آزاری در خانه و خانواده ما امکان نداره، ما حواسمون به همه چیز هست. پدری که به کودک 3 یا 4 ساله خودش بارها و بارها وعده خرید یک اسباب بازی یا لباسی یا چیزی رو میده و زیر قول خودش میزنه، وعده میده، قول بهش میده، اگه فلان کار رو انجام بدی برات فلان چیز رو میخرم، یک بار، اگه فلان کارم انجام بدی دیگه حتما برات میخرم، دو بار، نه نشد، فلان کار رو درست انجام بده، این دفعه دیگه حتما 3 بار 4 بار 5 بار. این چه تأثیری در روحیه کودک میگذاره و در دراز مدت با تکرار شدن این وعده دادن ها و عملی نشدنش، این کودک در دوران نوجوانی و جوانی شخصیتش چگونه شکل میگیره؟ تا به حال فکر کردید به این مسئله؟ شما پدر یا مادری که میگید کودک آزاری در خانه ما امکان نداره، کودک آزاری فقط این نیست که حالا در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی، خب متاسفانه شاهد بسیاری از انواع و اقسام کودک آزاری ها هستیم که عکس ها، تصاویرش و فیلم هاش منتشر میشه و روز به روز رو به افزایش هست و در شرایط کرونایی آماری که منتشر شده بیشتر افزایش پیدا کرده. خشونت های خانگی، همسر آزاری، کودک آزاری بسیار افزایش پیدا کرده با توجه به حالا عوامل و علل مختلفی که دارد در فرهنگ ها و کشورهای مختلف. فقط کودک آزاری این نیست که میبینید مثلا صورت کودکی رو عکس گذاشتن یا فیلم گرفتن که کبود شده به خاطر اینکه مادر او یا نامادری او یا یکی از اعضای خانواده او رو تنبیه کرده و صورتش سیاه و کبود شده و شما به خودتون میگید الحمدلله ما این موارد رو در خونه خودمون نداریم. کودک آزاری فقط این نیست، هر روشی که باعث آزار روحی یا جسمی کودک بشه، این از مصادیق کودک آزاری هست. یک مثال بسیار سادهش رو من خدمتون عرض کردم، وعده هایی که برای خرید چیزی
پدر یا مادر یا یکی از اعضای خانواده یا سرپرست ها به کودک میدن و در دراز مدت بسیار بسیار بحران برانگیز است در شکلگیری شخصیت این نوجوان و این جوانی که در جامعه قدم میگذاره. این مسئله بسیار حائز اهمیت هست. خب یه قدری از آمار براتون بگم. آمار متاسفانه بسیار نگران کننده که یکی از بهترین و مهمترین راه‌های پیشگیری و برای درمان و برای کم شدن این آمار آگاه شدن خانواده هاست. باز هم تأکید میکنم خانواده ها، پدر، مادر و اولیای کودک، سرپرستان کودک، اعضای خانواده، چون بیشترین آمار کودک آزاری راجع به خانواده هاست متاسفانه. ببینید آمار رسمی که منتشر میشه در هر هفت دقیقه یک کودک یا نوجوان در دنیا بر اثر اعمال خشونت کشته میشه. تصورش رو بکنید، هر هفت دقیقه یک کودک یا نوجوان بر اثر اعمال خشونت کشته میشه. کارشناسان یونیسف این وضعیت را به شدت نگران کننده دانسته و میگویند آزار کودکان هیچ حد و مرزی نمیشناسد. متاسفانه به گفته آنها 3/4 کودکان 2 تا 4 ساله در سراسر دنیا، یعنی نزدیک به 300 میلیون کودک، زیر فشار روحی، خشونت جسمی و تنبیهات بدنی قرار میگیرند. 300 میلیون کودک در کل دنیا الان که من دارم با شما صحبت میکنم تحت فشارهای مختلف روحی و جسمی و تنبیه‌ها و خشونت‌ها قرار میگیرند. به گزارش یونیسف از هر 10 کودک 6 نفرشان با کتک تربیت میشوند. یک بار دیگه عرض کنم، حق داری تعجب کنید، چون اکثر این خانواده ها پیشفرض ذهنیشون این هست که کودکمونه، فرزندمونه، حق داریم تربیتش کنیم و او رو به باد کتک میگیرند به بهانه تربیت کردن او. غافل از این که این جمله کاملا ناصحیح هست و شرع مقدسی هم که اجازه تأدیب کودک به واسطه کتک زدن داره، نمیرن ببینن که چه شرایطی داره، اون شرایط باید احراز بشه. فقط همین رو شنیدن که بچه خودمونه، اجازه داریم و باید برای تربیتش او رو کتک بزنیم. کاملا اشتباهه. یک بار دیگه عرض میکنم، از هر 10 کودک 6 نفرشان با کتک تربیت میشون در کل دنیا و از هر 10 کودک 1 ساله یکی از آنها با سیلی یا توسری مجازات می شود. عکس ها و فیلم های مختلفی در شبکه های اجتماعی منتشر میشه. بسیار دردناک هست. نوزاد و کودک 1 ساله، 1 سال و نیمه، عکس ها و تصاویرشون منتشر میشه که صورتشون کبود شده از سیلی. کودک 1 ساله گریه میکنه به هر دلیلی، دلدرد داره، مریضی داره، خواسته ای داره، نمیتونه بیان کنه، با گریه کردن ابراز میکنه و پدر، مادر یا سرپرست های او یا خواهر و برادر او، اعضای خانواده، اعصاب و تحمل گریه این کودک رو ندارن، به باد کتک میگیرن کودک 1 ساله رو. از هر چهار کودک زیر 5 سال نیز یکی از آنها، یعنی 176 میلیون کودک در دنیا توسط مادری بزرگ و تربیت می شوند که توسط شریک زندگیشان مورد آزار قرار می گیرند. این هم یکی از مسائل بسیار مهم است. همسر آزاری یکی از عواقب شومش منجر میشه به کودک آزاری. بسیاری از پرونده هایی که تشکیل شده راجع به کودک آزاری کسانی بودند که پدر یا مادری که توسط همسر، توسط شریک زندگی خودش
مورد آزار قرار می گرفته. و جالب اینجاست، تمام این آمار رو عرض کردم و منتشر شده به طور رسمی و پایان آمار بیان شده که این آمار طبق بله این آمارها در حالی منتشر شده است که از هر 20 مورد کودک آزاری تنها یک مورد آن گزارش می شود و رسمی ثبت می شود در کشورها و کشورها در اختیار یونیسف قرار می دهند. عمق فاجعه رو متوجه شدید؟ تمام این آمار رو بیان می کنند و بعد می گن که از هر 20 مورد یک مورد گزارش شده و رسمی ثبت شده. سلام میکنم به آقای میثم از خرم آباد. سلام آقا، شب شما بخیر. متشکرم، عاقبتتون بخیر. بزرگوارم آقا، من میخواستم خدمت، اول که حرفاتون خیلی زیبا بود، خیلی چند دقیقه است میخواستم تماس بگیرم، ولی بیشتر از اینه که بتونم صحبت کنم، حرفاتون تاثیر میذارن. حالا من با نه تحصیلات خاصی دارم، ولی چیزی که به نظرم رسید در مورد بچه، کسایی که بچه ها را کودکشون رو اذیت میکنن، آزار میدن، یا همین مطالبی که در مورد کتک فرمایش کردین، به نظر من اینا کسایی هستن که سریع بچه دار شدن و قدر این نعمت خدا رو نمیدونن. من خودم 8 سال طول کشید تا خدا به واسطه حضرت علی که اومدیم به فابوسش فرزندی به ما داد. حالا من اینجوری احساس میکنم، چون فرزنددار نبودیم خیلی بیشتر متوجه میشیم که فرزند چه ارزشی داره. هرگز اصلا نمیتونم به خودم اجازه بدم که دست روی بچه بلند کنم. حالا من میخواستم اینم به بیننده‌های عزیز بگم، شاید اگر یک موقعی ناراحت میشن فرزندشون، یه لحظه توجه داشته باشن، به شکل یه نعمت خدا ببینن، نه به عنوان یک آدم آهنی که انتظار همیشه کار خوب، رفتار خوب، کردار خوب داشته باشن. خیلی ممنون که به منم وقت دادین، متشکرم. خواهش میکنم، متشکرم از تماستون آقای میثم از خرم‌آباد. البته خدمت بیننده های محترم عرض کنم، این مطلبی که آقای میثم اشاره کردن مطلب صفر و صدی نیست، کلی نیست که برای همه این گونه باشد که چون مثلا زود ازدواج کردند یا زود بچه دار شدند اون فرهنگ و اون آداب تربیت کودک رو بلد نباشند. صفر و صدی نیست، در بعضی موارد صادق هست، در بعضی موارد خیر. به گفته کارشناسان یکی از مهمترین انواع که جزء علتهای کودک آزاری به حساب میاد در دنیا و کشورهای مختلف به ویژه در ایران که کارشناسان مختلفی این رو اذعان کردند، کم توجهی عاطفی. کم توجهی عاطفی یکی از شایع‌ترین انواع کودک آزاری است. این رو خطاب به اون خانواده هایی عرض می کنم که می گویند مگه میشه ما کودک آزاری کنیم؟ اصلا در خانواده ما این چنین نبوده و نیست. اما غافلند از این که کم توجهی عاطفی نسبت به کودک یکی از مصادیق مهم کودک آزاری است. یعنی به مرور زمان این کودک شما وقتی که نوجوان شد، وقتی که جوان شد، دوچار بحران خواهد شد و این رو شما غافلید. این پیشفرض ذهنی رو ابتدای برنامه هم عرض کردم، پیشفرض ذهنی رو حذف کنید که مگر می شود ما اصلا کودک آزاری نمی کنیم. و پیشفرضش رو اینه که کودک آزاری اینه که مثلا به قدری پدر یا مادر کودک رو کتک بزنه که مثلا دست کودک کبود بشه، صورت کودک کبود بشه، در صورتی که غافلند از این که خودشون کودک آزار هستند با کم توجهی عاطفی نسبت به این کودک و این کودک رو به مرور زمان دچار مشکل و بحرانهای جبران ناپذیری می کنند. از این غافل هستند متاسفانه، چون پیشفرض ذهنی اکثر خانواده ها این هست که ما با کودک آزاری، نه اصلا ما که اصلا اینطور نیست، ما توجه می کنیم به کودکمون. اما وقتی که میشینی صحبت میکنی با اون پدر، با اون مادر، متوجه میشی که مثلا 2 روز پدر اصلا کودک 4 ساله خودش رو در آغوش نگرفته. وقتی ازش میپرسی که آخرین باری که کودکت رو بوسیدی کی بوده، یادش نمیاد. این فاجعه است.
بعد پیش فرض ذهنیش اینه که نه ما کودک آزاری نداریم در خانوادم. از مهمترین مصادیق کودک آزاری کارشناسان میگن همین کم توجهی عاطفیه. پدری که بر اثر مشغله کاری بحران‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی غافل شده از ابراز احساسات و عاطفه به کودک خودش و ممکنه 4 روز گذشته و کودکش رو در آغوش نگرفته، کودکش رو نبوسیده. وقتی هم که ازش سوال میکنی، باهاش صحبت میکنی، میگه نه ما کودک آزاری اصلاً ابدا، ما احترام میگذاریم به کودک خودمون. و غافل هستن از این مهمترین مسئله ای که کم توجهی عاطفی نسبت به کودکانه. بسیار کودک رو باید بوسید، در آغوش گرفت، تشویق کرد. روایت هایی که آموزه های دینی در این رابطه راجع به مسئله چطور برخورد عاطفی با کودک کردن دارن، اینها باید مطالعه بشه. پدر و مادر خودشون رو مستقنی ندونن. حالا چون که ما 3 فرزند قبل این داشتیم و این فرزند 4 ما همه چیز رو بلدیم. کی میگه که 3 فرزند شما، 3 فرزند قبلیتون رو کاری نکردید که با این کم توجهی های عاطفیتون دچار بحران نشده باشن در دوران نوجوانی و جوانی و باز هم شما غافل بودید؟ حتی در دوران جوانی غافل بودید و متوجه نشدید که این بحران هایی که گرفتار شده جوانتان ریشه در همان دوران کودکی دارد که شما کم توجه بودید به کودکتون. پدر میگه من 3 شیفت کار میکنم به خاطر اینکه نون بیارم تو خونه، به خاطر اینکه زن و بچه‌م در رفاه نسبی باشند. دیگه چه انتظاری دارن از من؟ این دلیل نمیشه که شما 3 شیفت کار میکنی و کودک 4 ساله 5 ساله خودت رو 1 هفته است که در آغوش نگرفتی، نبوسیدی او رو. این توجیه مناسبی نیست. به خاطر همین مسائله که آمارها میگن بیشترین کودک آزاری ها توسط خانواده انجام میشه. و باز هم تاکید میکنم اونهایی که کودک آزاری رو به کتک زدن میدانن و میگن ما بچه خودمون رو کتک نمیزنیم، غافل هستن از این مسئله مهمی که کم توجهی عاطفی چقدر اثرگذار هست در روحیه بچه و شکل گرفتن شخصیت او. کسانی که نزد پیامبر خدا صلی الله علیه و آله مشرف میشدن و تعجب میکردن از اینکه پیامبر خدا چرا اینقدر نوه های خودشون حسنین علیه السلام رو در آغوش محکم میفشارند، چرا اینقدر ابراز احساسات میکنند، چرا اینقدر میبوسند حسنین علیه السلام رو. و حالا روایاتش مختلف هست. ببینید عرضه میداشتن که یا رسول الله چرا اینقدر میبوسید فرزندان خودتون رو؟ یکی از اونها گفت که من تا به حال کودکم به این سن رسیده او رو نبوسیدم. پیامبر خدا فرمودن مگه خدا رحم و مروت و انسانیت رو از قلب تو گرفته که کودکت رو تا حالا نبوسیدی؟ و موارد بسیار زیادی هست. خواهش میکنم آموزه های دینی رو مطالعه بفرمایید. آموزه هایی که 1400 سال قبل در رفتار اهل بیت علیهم السلام میبینیم و امروزه پس از 1400 سال کارشناسان متخصص همون موارد رو الان بهش رسیدن و میگن که بوسیدن کودک چه تأثیری داره، در آغوش گرفتن کودک چه تأثیری داره، توجه عاطفی به کودک چه تأثیری داره. کودک شما وقتی شما شب خسته و کوفته وارد منزل میشی، کودک 4 ساله شما، 5 ساله شما با ذوق و شوق میاد و چیزی رو برای شما تعریف میکنه و شما مشغول کار خودت هستی، لباس عوض میکنی، کاری میکنی در خانه و به کودک 5 ساله میگی گوشم با تو بابا، بگو بگو. این از مصادیق کودک آزاریه و اکثر پدرها و مادرها متوجه این مسئله نیستن و میگن ما با کودک آزاری مگه میشه؟ و نمیدونن که وقتی کودک داره با اونها صحبت میکنه باید به چهره کودک نگاه کنی.
کودک متوجه میشه متاسفانه یکی از مواردی که بسیاری از پدرها و مادرها و اعضای خانواده بزرگترهای خانواده غافل هستن از اون، اینکه میگن بچه هست نمیفهمه. حالا بذار حرفش رو بزنه، منم دارم گوش میدم دیگه. یا مادر مشغول کار هست در آشپزخانه، در خانه مشغول هر کاری که هست و بچه داره برای خودش حرف میزنه، برای مادر چیزی رو تعریف میکنه و اینها غافلند از اینکه این کم توجهی عاطفی به کودک چه تأثیرات منفی و پیامدهای شومی در شکل گرفتن شخصیت این کودک دارد. من امشب در برنامه بیشتر تمرکز کردم روی این مسئله ای که همگان اکثرا معمولا ازش غافل هستند و کودک آزاری رو فقط به کودک زدن میدونند و اینکه حالا صورت بچه‌مون کبود نشه، دست بچه‌مون ورم نکنه، کبود نشه، ما کودک آزار نیستیم و به خودشون اجازه میدن برای تأدیب و تربیت کودک، کودکشون رو و فرزندشون رو کتک بزنند. شرایطی داره، اینطور نیست که هر کسی به بهانه اینکه بچه خودم اختیارش رو دارم بچه خودش رو کتک بزنه که میخواد تربیتش کنه. ده ها راه قبل از اون باید شما تجربه کنی برای تربیت کودکت، مطالعه نکردی، آگاهی نداری و میای از راه خشونت کودک آزاری میکنی به بهانه اینکه دین هم به من اجازه داده من میتونم برای تربیت کودکم، برای تربیت فرزندم او رو کتک بزنم. کدوم دین به شما این اجازه رو داده؟ از کدوم دین دارین صحبت میکنید؟ لذا این مطلب بسیار حائز اهمیته که متخصصین و صاحب نظران مهمترین اقدام برای پیشگیری و درمان کودک آزاری رو، آمارهایی که ابتدای برنامه عرض کردم پایین بیاد در کشورهای مختلف، مهمترین اقدام رو درمان والدین عنوان می کنند. دقت کردید؟ و متاسفانه در اکثر جوامع این پیشفرض ذهنی هست که من که مشکلی ندارم که به متخصص مراجعه کنم، به مشاور مراجعه کنم و یک انگی میدونن، یک برچسب بد و منفی میدونن مراجعه کردن به مشاور رو، متاسفانه. یکی از ضروری ترین اقدام ها رو متخصصین بیان میکنن که پدر و مادر باید درمان بشن. ابتدا باید پیش مشاور برن تا مشاور موشکافی کنه برای اونها و براشون توضیح بده که این رفتاری که شما با کودک خودتون دارید کدوم یکی از اینها در مصادیق کودک آزاری هست و شما غافل هستید ازش، نمیدونید که در سن نوجوانی و جوانی چه بحرانهایی رو ایجاد میکنه برای کودک شما. روایت و آموزه های دینی بسیار فراوان است در مقوله تربیت کودک. نمیخوام وارد روایات بشم، بسیار زیاد هست، حتما مطالعه بفرمایید. یک موردش رو که مشهور هم هست شما هم مستحضر هستید، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند فرزند در 7 سال اول سرور است در خانه. میگه دین به ما اجازه داده کودک 4 ساله خودمون رو به باد کتک بگیریم. از کدوم دین صحبت میکنیم؟ دین اینه، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله دینه و عمل کرده پیامبر و اهل بیت عصمت و طهارت علیه السلام دینه. کدوم یک از اهل بیت کودک و فرزندان خودشون رو به باد کتک گرفتن به بهانه تأدیب و تربیت کودک؟ اون جایی هم که فرمودن و مجوز داده اند به شرطها و شروطها فرمودند، این رو نمیبینن، میگن دین به ما اجازه داده، بچه خودمونه، اختیارش رو داریم، باید تربیتش کنیم. پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند کودک شما در 7 سال ابتدایی سن خودش
به عنوان سرور است در خانه و 7 سال دوم فرمان بردار است. 7 سال اول چگونه با او تعامل کردی؟ 7 سال دوم نتیجهش رو میبینی. کسی که میاد میگه که کودک 12 ساله من، کودک 10 ساله من، هرچه میگم لجبازی میکنه، هرچه میگم اصلا به هیچ عنوان حرف من رو گوش نمیده، برو ببین 7 سال اول چطور با او برخورد کردی. 7 سال اول با تنبیه بدنی خواستی بچت رو تربیت کنی، الان نتیجهش رو میبینی. و 7 سال سوم پیامبر خدا صلی الله علیه و آله میفرمایند وزیر خانواده است. در تمامی روایت ها و آموزه های دینی در ابعاد مختلف و سنین مختلف، روایت هایی که داریم، یک مسئله بسیار مهم بلد است در تمامی این روایت ها و در سنین مختلف کودکی و نوجوانی: احترام به کودک و حفظ کرامت انسانی کودک. ببینید روایات رو، روایت های تربیتی که از اهل بیت عصمت و طهارت علیهم السلام است با محوریت حفظ کرامت انسانی کودک بیان شده، که متاسفانه عموماً خانواده ها غافل هستن از این مطلب. شخصیت کودک خودشون رو در جمع خانواده خورد میکنن، در جمع فامیل خورد میکنند، به بهانه اینکه کودک 4 سالش نمیفهمه، کودکشون رو وسط میگذارن، بهش میخندن و نمیدونن که این برخورد اونها از مصادیق کودک آزاری است و در نوجوانی و جوانی چه پیامدهای شومی رو در بر دارد. غافل هستن از این مطلب. خب سری بزنیم به کلاب هاوس امام حسین تی وی وان. آقای مهدی با ما هستن، سلام میکنم به شما، بفرمایید نظرتون رو میشنویم. سلام، باید ببندید صداتون رو. در مورد اینکه شما میفرمایید بچه از 1 تا 7 سالگی سرور داخل خونه و باید با ملایمت باش رفتار بشه، در واقع این ضمیر ناخودآگاه این بچه خیلی بازه. یعنی هر چیزی که بهش تلقین بشه توتیوار به ما پس میده. اگر کلام زشتی بهش آموزش بدیم همون رو بهمون پس میده. به خاطر همینه که حرف شما هم درسته، واقعا قبول دارم این حرف رو، چون به شدت روح لطیفی دارن بچه ها و توتیوار همه چیز رو جذب میکنن و اون رو به ما بر میگردونن. یه جورایی تلقین پذیرن. هیپنوتیزم رو کار کردم، میدونم در واقع منظور صحیح شما چیه. این که با یه بچه صحبت میکنیم، اگه بهش بخندیم سری به ما میخنده، اگه گریه کنیم اونم سری گریه میکنه، به خاطر روح لطیف این بچه هست و ضمیر ناخودآگاه اینها که بسته نیست. چون به مرور زمان از 1 تا 7 سالگی ما برنامه ریزی میشیم. اگر به یه بچه تلقین کنیم که تو موفق بشی، در آینده قطعا این جملات به دردش میخوره، موفق میشه، یک فردی میشه که در آینده به یک فرد موفق تبدیل میشه. اما اگر نه، این بچه تو سری خور بشه به مرور زمان، با فحش، با بد و بیرا، با کلمات زشت بار بیاد، خب در همون سطح میمونه و زندگیش در آینده به خطر میفته. حرف شما رو کاملا قبول دارم و بیشتر از نظر ذهنی بچه ها تحت تأثیر قرار می گیرن. ممنونم از مطلبی که گفتی. درود بر شما. تشکر میکنم از آقای مهدی که به نکات مهم و قابل تعملی اشاره کردید. خب تماس داریم، آقای بابک از تهران با ما هستن، سلام میکنم به شما.
سلام آقای بهنام. وقتتون بخیر آقا بابک. شب شما بخیر، التماس دعا. اگه اجازه بدین یه سلام کوتاهی به آقای ما. خواهش میکنم فقط به اختصار باشه، دقایق پایانی برنامه هستیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آجای بهنام، من میخوام که اگه از بفرمایید با یه دیدگاه دیگه به این موضوع نگاه کنیم. اون هم این استش که همین پدر مادرهایی که امروز کودکانشون رو آزار میدن بچه بودن، پدر مادرهای اونا هم یه روزی بچه بودن، و احساس میکنم که این وظیفه حکومت هاست که این فرهنگ رو جا بندازن و این بچه ها رو گونه ای تربیت کنن، این فرهنگ رو به گونه ای رواج بدن که اینها از نظر روانی سالم بار بیان. این وظیفه حکومت هست به نظر من، از یه دید کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم. از یه دید جزئی هم اگه بخوایم به قضیه نگاه بکنیم، خب هر کسی واقعا باید وظیفه خودش بدونه در زمینه تربیت کودک، در زمینه‌های مختلف مطالعه بکنه، خودشو مقید به رفتار اصولی بکنه، رفتار شرعی بکنه. این هم خب از بی‌بندوباری و بی‌توجهی بعضیا میاد که متاسفانه عنوان پدر یا مادر رو یدک میکشن و باعث میشن که کودکان آسیب ببینن. این نظر من بود در این رابطه. درود بر شما، متشکرم. بله، دقیق و مختصر فرمودن آقای بابک. این مطلب رو خدمتون عرض کنم، راجع به روایتی که از پیامبر خدا صلی الله علیه و آله عرض کردم، برخی تصور اشتباهی دارند و میگویند که دین به ما گفته 7 سال اول کودک رو رها کن. این تصور اشتباهه، هیچ جای آموزه های دینی ما این مطلب رو نداریم، برعکس روایات مختلفی داریم راجع به آموزش و تربیت کودک در 7 سالگی اول، که این رو هم متاسفانه معمولا خانواده ها ازش آگاه نیستند که این آموزش بهترین روش که امروزه هم آپدیت ترین و بروز ترین روش های تربیتی کودک اون رو تایید میکنن و تاکید میکنن بهش که 1400 سال قبل دین فرموده و اسلام فرموده، با بازی های کودکانه این کودک در 7 سال اول باید تربیت بشه، با بازی های کودکانه. و این رو مد نظر داشته باشید که شخصیت کودک و کرامت کودک و عزت نفس کودک باید توسط خانواده ها حفظ بشه. انشاءالله که پدرها، مادرها، والدین و اعضای خانواده و سرپرستان کودکان بیشتر در این زمینه آگاهی کسب کنن و انشاءالله آپدیت باشن. تشکر میکنم از همراهیتون. خدا نگهدار شما. یا علی مدد.